سلام به همه شما دوستان خوب به چالش هدف گذاری و برنامه ریزی خوش اومدین توی این ویدیو من میخوام ده تا از مهمترین گام های برنامه ریزی و هدف گذاری رو در سال 1400 با در میون بذارم گام اول تمامی باورهای محدود کننده خودتون رو روی کاغذ بنویسین و بررسی کنین که کدومشون واقعا واقعی هستن و کدومشون صرفا فقط تصور شماست. باورهای محدود کننده میتونه به سه تا زمینه مختلف تقسیم بشه. یک مربوط به دنیای اطرافتون، دو مربوط به کسانی که باشون سر و کار دارین و سه مربوط به خودتون. مثلا خیلی از مدیران باور محدود کننده دارن که کارمند خوب پیدا نمیشه و با این باور محدود کننده نمیتونن برای خودشون اهداف بزرگی ترسیم کنن. پس گام اول این هست که تمامی باورهای محدود کننده خودتون رو روی کاغذ بنویسین بررسی بکنین و بدونین که کدوم باورهاتون واقعی هستن و کدوماشون صرفا تصورات ذهنی شماست گام دوم پنج افتخار بزرگ سالتون رو شناسایی و اونها رو روی کاغذ یادداشت بکنین در سالی که گذشت چه کارهایی انجام دادین که بهشون افتخار میکنین اگر به شما بگن که سالتون رو در پنج مورد ارزشمند خلاصه بکنین چه چیزهایی می اون پنج تا مورد چیزهایی هستن که شما وقتی توی ذهنتون مرورشون میکنین بهشون حس خوبی دارین احساس غرور بهتون دست میده و بهشون افتخار می کنین برنامه ریزی سال بعد پایش کارهایی هست که معمولا تو سال قبل انجام دادیم گام سوم پنج تا از کارهایی رو پیدا کنید که سال قبل انجام دادیم و بابت انجام دادنش متاسف هستیم و آرزو می کردین که کاش این کارها رو انجام نمیدادیم و یا حداقل کاری که انجام دادین رو اگر به درست انجام می دادین تغییر بزرگ ایجاد می یکی از گام های مهم برای برنامه ریزی و هدف گذاری در سال جدید این هست که ببینیم که در سال گذشته چه کارهایی رو درست انجام ندادیم چه مواردی خوب پیش نرفت و با توجه به همه این موارد چه تصمیماتی بگیریم و چه تغییراتی ایجاد کنیم که سال جدیدمون با موفقیت و بهتر آغاز بشه پس روی این پنج تا مورد تمرکز کنین و مواردی که باعث تأسف شما شده رو روی کاغذ بنویسین گام چهارم یک کاغذ بردارین و سه تا ستون بکشین و بالای هر ستون یک چیزی رو باید بنویسین اولین ستون باید بنویسین سلامتی دومین ستون ارتباطات و سومین ستون کسب و کار با توجه به گام های قبلی که انجام دادین پنج تا مورد از بهترین افتخاراتتون و پنج تا مورد از مواردی که باعث تاسف شما شده زیر همین سه تا ستونی که خدمتون رو عرض کردم بنویسین ولی حتما یادتون باشه که گام های قبلی رو حتما انجام داده باشین در ستون اول که مربوط به سلامتی میشه میتونین موارد تفریحی خودتون رو یادداشت بکنین و حتی مواردی که باعث خوشحال شدن شما میشه و در ستون دوم که مربوط به ارتباطات میشه میتونین ارتباطات خانوادگی خودتون رو بنویسین و در ستون سوم که مربوط به کسب و کار هست میتونین موارد مربوط به کسب و کار خودتون رو یادداشت بکنین گام پنجم تعداد هدفهایی که میخوایم بهشون برسین رو انتخاب بکنین خیلی از متخصصان و کارشناسان میگن که تعداد اهدافتون باید کم باشه ولی من توصیه می کنم که حداقل ده تا مورد رو بنویسین تا در سال آینده بهشون برسین. خیلی ها شاید با این دیدگاه مخالف باشن و بگن که ده تا مورد بسیار زیاد هست ولی شما باید دیدگاه مدیر پروژه رو داشته باشین و فکر نکنید همه جزئیات رو باید خودتون انجام بدین. بخصوص هدف کسب و کاری که به راحتی قابلیت واگذاری دارن. اینو باید بدونین که کافیه که پروژه تعریف بشه و به راحتی به کس دیگه ای واگذار بشه. ما بیشتر باید روی هدفهای سلامتی و ارتباطات تمرکز کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. پس حداقل برای خودتون ده هدف قطعی انتخاب بکنید. گام ششم. در این گام میآین، و اهداف و آرزوهایی که تا حالا روشون تمرکز نکردین رو اضافه میکنید با توجه به تحلیل پنج مورد افتخار شما و پنج مورد تأصف بار شما اهدافی رو انتخاب کردین به این اهداف بیاین و اهدافی رو اضافه بکنین که قبلا هیچ وقت سراغشون نرفتین ولی چطور میشه همچین اهدافی رو پیدا کرد؟ شاید در سالهای قبل یک سری اهداف رو نوشتیم و بهشون عمل نکردیم و از دفتری به دفتر دیگه فقط منتقلشون کردیم. اگر همچین کاری رو انجام دادین اونها رو انتخاب بکنید. پس حتما چند مورد جدید به اهدافتون اضافه بکنیم. <تصفح> گام هفتم تحلیل شکاف هست. در تحلیل شکاف میایم و جایگاه کنونی خودمون رو بررسی میکنیم و با توجه به هدف گذاری هایی که انجام دادیم جایگاه ایدال خودمون رو هم بررسی میکنیم. و میبینیم که چقدر بین اینها فاصله هست تا و چطور میتونیم این فاصله ها رو این شکاف ها رو پر بکنیم برای مثال فرض بکنید تعداد اعضای سایت من یا اینستاگرام من 150 هزار نفر هست و تا پایان سال باید به 300 هزار نفر برسه پس اینجا یک شکافی وجود داره یعنی باید 150 هزار نفر عضو جدید جذب کنم اگر این شکاف ها کاملا مشخص باشه یعنی اینکه من بدونم که برای رسیدن از جایگاه کنونی به جایگاهی که ایدال من هست چه کارهایی بعد انجام بدم اینو مطمئن باشین که کارتون راحتترم میشه گام هشتم در گام قبلی اومدیم ما تحلیل شکاف رو انجام دادیم در این گام میایم مشخص میکنیم که ما به چه منابع امکانات به افرادی نیاز داریم تا این شکاف رو پر کنیم پر کردن شکاف در هدف گذاری مثل مدیریت یک پروژه است و برای انجام هر پروژه به امکانات و افرادی نیاز داریم که اون پروژه رو انجام بدن. پس یکی از مهمترین گام ها باید مشخص کنیم که برای رسیدن به تک تک اهدافتون به چه افراد منابع و امکانات نیاز داریم. پس اگر تا الان همه این موارد رو گام به گام با بنده انجام دادین میریم به سراغ مورد بعدی. به گام نهم یعنی مهمترین گام در برنامه ریزی و هدف گذاری رسیدیم در این گام شما باید برنامه ریزی سالانه خودتون رو تهیه بکنید خیلی از دوستان این کار رو بسیار سخت و پیچیده میدونن ولی به نظر من بهترین برنامه ریزی اون هست که در یک آچهار جا بشه پس تمامی جزئیات و موارد اضافی رو دور بریزین و ده تا هدفی که انتخاب کردین رو روی آچهار بنویسین زیر هر کدوم از اهدافتون خط بکشین و حتی اکثر در یک سطر توضیح بدین که به چه منابع و امکانات نیاز دارین که به این اهدافتون دست پیدا کنین و همینطور میتونین کنار اینا یک زمان تحقق هم برای اهدافتون یادداشت بکنین به همین راحتی میتونین شما برنامه سالانه خودتون رو تهیه بکنین گام دهم ده و آخرین قدم ما تونستیم در گام های قبلی برنامه ریزی سالانه خودمون رو به راحتی انجام بدیم ولی مشکل رایجی که وجود داره ما این اهداف رو مینویسیم آروم آروم جلو میریم و انگیزه زیادی هم داریم ولی یه مدت بعد این اهداف کم رنگتر میشن و به نحو درستی هم انجام نمیشن پس آخرین گام این هست که ما در خودمون تعهد ایجاد بکنیم ولی چطور میشه تعهد رو ایجاد کرد یه راهکار خیلی مناسب هست واسه این موضوع شما میتونید به راحتی هدف خودتون رو با دوستان، آشنایان و افرادی که مربوط و مرتبط با هدفتون میشن در میون بذارین مثلا به اعضای سایت و اینستاگراممون بگین که ما میخوام در یک ماه آینده یک کتابی رو بنویسیم این باعث میشه که حس تعهد در ما ایجاد بشه و سر زمان مقرر این کتاب رو به پایان برسونیم ممنون که با من امراه بودین امیدوارم که با تعهد شما و انجام برنامه ریزی درست به تک تک اهداف زندگی خودتون برسیم